سازمان عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم اعدام زینب سکاوند شده که به اتهام کشتن همسرش در سن 17 سالگی در ارومیه زندانی است. به گزارش عفو بین الملل، زینب سکاوند که اکنون 22 سال سن دارد، در زندان ارومیه ازدواج کرده و باردار شده بود و به همین خاطر اجرای حکمش تا تولد فرزندش به تعویق افتاد. زینب سکاوند اهل آذربایجان غربی است و ادعا می‌کند که در 15 سالگی با مردی ازدواج کرده که او را مورد آزار و اذیت قرار می‌داده و حاضر هم نبوده که او را طلاق دهد. عفو بین الملل می گوید زینب سکاوند نزدیک به یک ماه توسط نیروی انتظامی کتک خورده تا مجبور به اعتراف به قتل شوهرش شود. نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر خواهان توقف صدور و اجرای حکم اعدام برای زندانیانی هستند که زیر 18 سالگی مرتکب قتل یا جرائم دیگر می شوند. خب در ارتباط با این موضوع پیشتر با مدیار سمیعی نژاد گزارشگر سازمان عفو بین الملل گفتگو کردیم و از او پرسیدیم که سازمان عفو بین الملل برای درخواست تجدید نظر در پرونده زینب سکاوند چه استدلال هایی دارد؟ از جمله مهمترین موارد این رو میتونم اشاره کنم که ایشون در سن 17 سالگی بازداشت شدن، در واقع برخلاف قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و در یک پروسه قضایی ناعادلانه به اعدام محکوم شدن و در حال حاضر هم در خطر جدی اعدام قرار دارن. این باعث حساس شدن سازمان عفو بین الملل هستش. ایشون در فوریه 2012 در یک کلانتری در شهر ارومیه بازداشت میشن در سن 17 سالگی و حدود 20 روز هم در همین کلانتری مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار میگیرن، همین اعتراف به خاطر قتل همسرشون که اعتراف کنند و همین اعتراف هم در دادگاه در واقع مورد استناد قرار میگیره برای اینکه ایشون رو به اعدام محکوم کنن. از آقای سمیعی نژاد همچنین پرسیدیم که به نظر میرسد این قبیل بیانیه ها تغییری در روند اجرای حکم ایجاد نمی کند و برای جلوگیری از اعدام خانم سکاوند حالا سازمان عفو بین الملل چه راهی پیشنهاد می کند؟ به حال عفو بین الملل همیشه اعتراض های خودش رو به موارد این چنینی داره و بیانیه صادر میکنه. اینطور هم نیستش که تاثیرگذار نباشند اعتراض گروه هایی مثل عفو بین الملل یا فعالین حقوق بشر و فعالین مخالف اعدام در این مواقع. این انتظار وجود داره که از مقامات قضایی ایران اعاده دادرسی زینب سکاوند رو مورد پذیرش قرار بدن، چون ایشون زیر 18 سال بوده بر اساس ماده 91 که قانون مجازات اسلامی میتونه در مورد ایشون اعمال بشه و ایشون مورد محاکمه مجدد قرار بگیرن و ایشون زیر 18 سال بودن و در این قانون مواردی در نظر گرفته شده که حکم اعدام ایشون بتونه لغو شه و تبدیل به حبس و دیه شه. شرایطی مثل عدم رشد عقلی یا عدم درک ماهیت جرم در این قانون وجود داره که برای برخی از متهمان زیر 18 سال در ایران در این دو سه سال اخیر اجرا شده و خب این میتونه در مورد زینب سکاوند هم اعمال بشه.